فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی پرسیدن که آیا استفاده از نسوار و سیگار وضوع را باطل می کند یا نه؟ استفاده از مواد مخدر تا زمانی که در حد نشگی نباشد، یعنی در حدی استفاده نکند انسان که مست بشود و نشه بشود، این شکننده وضوع نیست. یکی از شکننده های وضوع بیهوشی هست. یکی از شکننده های وضوع و طهارت بیهوشی هست. اگر کسی به هر عنوانی بیهوش شد، خودش به خاطر ضعفی بیهوش شد یا به خاطر عوارض دیگر بیهوش شد یا به خاطر استفاده از مواد مخدر یا مشروبات الکلی بیهوش شد، مست شد، در این صورت وضو شکسته. اما در غیر این صورت وضو نمیشکند. اگر کسی سیگاری رو استفاده کرد یا نسوار اونگونه که در سوال اومده و در حدی نبود که نشه آور باشد، بیهوش باشد، مست بشود، این شکننده وضو نیست. این یک بخش قضیه هست، یعنی شکننده وضو نیست. منتها برای عبادت، برای عبادت انسان یک اصلی رو همیشه باید مد نظر داشته باشد. هر گناهی رو که انسان انجام داد، من جمله سیگار کشیدن یا در واقع استفاده نسوار، مواد مخدر یا هر چیز دیگری که باشد، یا موارد دیگر که بدبو هستند مانند پیاز و تره و بقیه سبزیجاتی که هستند، اگر کسی استفاده کرد باید وضو بگیرد. درست. یعنی وضو بگیرد، این اولاتر و بهتر هست، به خاطر اینکه وضو آثار گناه را از بین میبرد. کسی قبلا گناهی را انجام داده، سیگار که در مجموعه گناه در واقع شمرده می شود و همچنین نسوار یا مواد مخدر، بهتر و اولاتر هست که وضو بگیرد. اما تا زمانی که در حد نشه‌ای نرسیده وضوعش نشکسته. یعنی اگر کسی بعد از این که سیگار کشیده بود یا نسواری رو استفاده کرده بود، بعد از این رفت نماز خون، نمازش درسته. این نکته دوم. و نکته سوم این که برای کسانی که نسوار استفاده کردند یا سیگاری کشیدند و دهانشون بوی بد میدهد، اینها نباید به مسجد بروند. درست. نباید به مسجد بروند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد یک امر طبیعی دیگری که معمولا مردم در اون زمان یا در این زمان مردم از اون استفاده میکنند، پیاز یا بقیه در واقع سبزیجاتی که بوی بدی دارن مانند تره، از این استفاده میکنند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اکل من هذه الشجره المنتنه فلا يقربن مساجدنا. اگر کسی از این شجره بدبو و از این در واقع گیاهان بدبو مانند تره یا پیاز خورد، فلا يقربن مساجدنا، نزدیک مسجد ما نرود. و در ادامه روایت اومده که فرشتگان از اون بوهای بدی که انسانها آزار میبینند، فرشتگان هم آزار میبینند. پس بنابراین کسی که سیگار کشیده یا نسواری رو استفاده کرده و دهانش بوی بد میکنند، به هیچ عنوان نباید به مسجد برود. حداقل تنظیم بکند این موارد را، یعنی قبل از نماز، یعنی قبل از اذان مثلا یک مدت کافی مثلا سیگارشو بکشد، به گونه ای نباشد که در واقع وقتی که به مسجد میرود باز هم اون بوی متعفن وجود داشته باشد. درست. و اگر بالفرض اگر چنین اتفاقی افتاد، کسی قبل وقت اذان یا بعد از اذان سیگاری رو کشیده بود، من توصیه می کنم، بلکه جایز هم نیست که به مسجد بروند، زیرا نه تنها اینکه موجب اذیت و آزار انسان ها می شوند، بلکه موجب اذیت و آزار فرشتگان هم می شوند، خضوع قلب و خشوع و خضوع دیگران رو به هم می زنند، مردم رو بدبو می کنند، و این شایسته در واقع یک مسلمان نیست. حتی در روایاتی هست که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، اگر کسی پیاز خورده بود می آمد در مسجد، مردم او رو می گرفتن از مسجد بیرونش می کردن. از مسجد بیرونش می کردن به خاطر بوی بد پیاز، چه برسه مثلا به بوی بدی مانند سیگاری باشه. حتی جالب اینجا است که فقها در کتاب فقهی این کیفیت کشیدنش، بیرون کردن از مسجد هم نوشتن که چگونه این رو بکشند، یعنی توضیحاتی رو دادند که مبادا به خاطر این سر و ریش یکی رو بگیرید بکشید از مسجد بیرون بکنید، این اهانته، بلکه با یک گونه محترمانی اون از مسجد بیرون بکنن، تو موجب اذیت و آزار در واقع دیگران شدی. و علتش هم این است، کسی که به مشاعر و احساسات و عواطف دیگران ارزشی رو قائل نیست،
خودت مرتکب گناه شدی، خب بین خودت هست و بین خدای خودت، خودت با این بوی بد در واقع خو گرفتی، خب بین خودت و نفس خودت هست. چرا با این بوی بد میای در مسجد، در محل عبادت، نماز مردم رو خراب میکنی، مردم رو اذیت میکنی، فرشتگان رو اذیت میکنی؟ به خاطر این بوده که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چنین مردم رو، چنین انسان ها رو از مسجد حتی بیرون میکردن. پس بنابراین اگر کسی واقعا مواد مخدری رو استفاده کرده که دارد دهانش بدبو هست، به هیچ عنوان نباید به مسجد برود، در همون مسجد و در خونه خودش نماز بخواند. این ثوابش خیلی بیشتر از این است که برود در مسجد نماز بخواند و موجب اذیت و آزار دیگران را فراهم بکند. درست.